اعدام ایستگاه پایانی خیانت به کشور به دار مجازات روح الله زم مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز اعدام شده است. صدایشان را از جمهوری اعدام می شنوید. با شرافت آدم بمیره، اشکال نداره، میخوای کشته بشه با شرافت، نه آدم ذلیل. بزرگترین دشمنی جمهوری اسلامی با زم به خاطر این بود که اون تقدس دروغینی که برای خامنه‌ای درست کردن روح الله زم رو شکست. با افشای فسادها، بیکفایتیها، دزدیها، راندخوریهای خامنه‌ای و اطرافیانش، اون قداستی که برای قداست دروغینی که براش درست کردن روح الله زم شکست. معنی این حرف نیست که روح الله زم همه حرفاش درست بود، همه کارهاش درست بود. آمد نیوز به افشای مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی معروف شده بود. مثلا برملا کردن حساب‌های میلیاردی قوه قضاییه که حسابی خبرساز شد و کار به تحقیق و تفحص مجلس هم کشید. دولت عراق همکاری کرد با جمهوری اسلامی برای ربودن زم. بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. فیلم دادگاه او به صورت گزینشی از تلویزیون پخش شد، طوری که او جاسوس جلوه داده شود. مدت‌ها بعد خبر آمد که در 13 مورد اتهام به 13 بار اعدام محکوم شده. روح الله واقعا مردم رو دوست داشت و هیچ گونه خط قرمزی یا اعتقاد نداشت. آیت الله سیستانی امتحان بدی پس داد. من تصور میکردم حداقل آقای سیستانی یک جو مردانگی داره و وارد خواهد شد، به خاطر اینکه با اسم دفتر ایشون زم رو فریب دادن، اما مشخص شد اینا همشون سر و ته یک کرباسن. میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را.